تو بیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. آن شب جان فرسامم بی تو نیاسودم، به که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم. منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. شب دیده بره تا به سهرگاه، ناگه چو پری خند زنان آمدی از را. غمها به سر آمد زنگ غم دوران، از دل بزدودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. ببخشید جناب رئیس، آقای قربانی اومدن. بگیم بیان دفعه. بفرم. متشکرم. سلام آقای فاضلی. سلام آقای قربانی، بفرمایید. حال شما خوبه؟ قربان الله یا الله. چطوری؟ خوبی آقا؟ شما عملی داشتید با من؟ ببینم آقای قربانی، شما چقدر تقاضا کرده بودی؟ تقاضا چی؟ ها، وام. آقا الهی که همیشه خوش خبر باشی. جور شد آقا؟ بله جور شد. باور کنی ولی عید میخواستم دخترمو عروس کنم. منم به خاطر همین وام تو انداختم جلو. دست شما درد نکن آقا، متشکرم. حالا چقدر بود؟ 7 میلیون تومن تو تقاضام نوشتم، معلومه. این فعلا باشه، کار تو را بنداز تا بعد عید انشالله. آقا الهی که خیر ببینی. خواهش میکنم. آقا خیلی ممنون، متشکرم. ببخشید چقدر؟ باور کن اینم به زحمت جفت و جور شده. خب من با 3 میلیون تومن آقای فاضلی من حتی نمیتونم بدهیام هم بدم. آقای قربانی شما که تنها کارمند من نیستید، 7 نفر دیگه هم این وامو درخواست کردن، اونا کل وامشون مونده برای بعد عید. خب اینو قربون شما، اینو از اول به من میگفتید، من عروسی بچه هم مینختم اون ور عید. آخه اصلا این به درد من نمیخوره الان. باشه، پس این چک پیش من میمونه، بعد عید بیا. شما 2 فروردین یادتون نره آقای فاضلی، ها با خانواده بیاید. حتما مطمئن باشید کارت عروسی هم براتون میفرستم. مبارکشون باشه انشالله. دست شما در نکنید. بفرمایید. الان که خیلی خواهش میکنم. دلم شور میزد نکنه یه وقت جور نشه آبرمون بره. سلام ازم خانم. سلام. باشه باشه، ما رأس ساعت 3 لباس پوشیده آماده هستیم. خداحافظ. خودش بود. خب بابا بهش میگفتی دیگه. گفتنش که دیگه فایده نداره، کار از کار گذشته. اون اگه دلش بخواد یه کاری بکنه ها، همین الانم هم میتونه. عزم خانم از من میشنوی، بهتره بگی آقای افشاری با خودش حرف بزنه. آخه هرچی باشه اونا دوتا مردن، زبون همو بهتر میفهمن. افشاری قسم خورده اسم حبیب آقا رو نیاره، از بس که بدبخت بیچاره براش جریمه رو جریمه اومده. آخه پروندهش که دست حبیب نبوده، دست یکی دیگه بوده. خودش میگه حبیب آقا بدبختش کرده، بیچارش کرده. چه اشکالی داره حالا؟ باز که اومدی سراغ تلفن؟ میخوام زنگ بزنم. الان قطع کردی؟ حتما کار دارم. خب به جای این کارا برو لیست اسباباتو پیدا کن، میخوایم امروز بعد از ظهر بریم خرید جهیزیه. آخ جون الهی من قربونه برم. وا تو که باز بردی، میبینی از سام خانم کجا رفت؟ هی دل دل میکردم چی میشه؟ چی؟ هیچی، خودت آخر سر برام درست کردی، دست درد نکنه. سفارش ما رو هم بگو. سفارش تو باشه واسه بعد، فعلا هوای من اینجا داشته باش، من برم این چکه رو نخ کنم بیام. Yeah.
چشمی پریده. سلام. سلام. کجا میخوایی بریم؟ خرید. واسه سارا؟ آره. ای بابا همش داریم واسه سارا خرید میکنی که پس ما چی؟ تو هم به موقعشون که در آینده میخواد عروس ما بشه همه چی واسهت میخره. چرا توهین میکنی؟ ناراحت شدی؟ من معذرت میخوام، حواسم نبود. خوبه منم بخوانم و شما توهین کنم بعد بگم معذرت میخوام. چی گفتی؟ خانم من؟ خانم من میدیدی کیه تو میشه؟ مادر تو؟ تو غلط میکنی یا مادر تو این کنی؟ دیده داد کردی. سلام، خسته نباشی. سلام، بپر. بری که دیگه. سلام، بپر بینم. بپر، تموم شد دیگه. در بسته شود. علی بارو ببینم چیکار می‌کنی. سارا درو واکن. درو واکن. آقا دست درست. خواهش می‌کنم. کارگر می‌گیری یا خودم خالی کنم؟ یه اذیت نکن دیگه. این وقت روز من کارگر از کجا بیارم؟ خودت کمک کن یه چیزی هم می‌کشم رو کرایه‌ات. حرفی نیست. 10000 تومان میشه. مشکل نداره؟ 10000 تومان؟ بله بله. تو از اونجا تا اینجا 15 تومن آوردی. این یه قدم راه رو میخواد 10000 تومن بگیری. فرق میکنه. از اونجا تا اینجا ماشین آورده. از اینجا بعدش آدم میخواد بره. یه فرقی بین ماشین و آدم واسه باشه یا نه؟ قربونت برم، ما اون کمکت میکنیم. نرخش اینه عزیز من. چه کارگر باشه چه نباشه، فرق نمیکنه. چه کمک باشه چه نباشه، نرخش همینه. خیلی خوب، هیچ اشکال نداره. تو اینجا واسه تماشا کن. همینجا واسه. ولش کن بابا، خودمون خالی میکنیم. 10000 تومن میره تو جیبمون. واسه عباس وای یه دقیقه کمک کن اینا رو خالی آره. کنیم. عباس بانوی بعید کن، بعید تو هم بیا بیا یه بارو بنا بابا بنازم به این جوونا. برو بالا، بیا بالا، بیا بالا. من میرم پایین. بدید به من، بدید به من، بده من، بده من، بده من، بده من. چه؟ تو چرا کار نمی کنی؟ من کمک نمی کنم حبیب آقا. چرا؟ تو برو پا ببر بچه. چرا؟ خوب گذاشتی تو کاسه پدر ما. تو پسر افشاری هستی؟ بله، همون که بدبختش کردی، همون که بیچارش کردی، همون که اشکالی واسش انجام ندادی. خب. بچه اصلا بابا بیا دریم، ولش کن. به بچه ها چی کار داری؟ بیا ولش کن بابا، بیا بریم. کجا میری؟ پس چی شد؟ اول به بابات بگو زنگ بزنه کار بابا منو درست کنه تا منم بیام کمکت کنم. خیلی بی‌معرفتی. لازم نکرده برو بابا. برید آقا، برید. اصلا من نمیخوام کمک کنم. برید بینم. یلا بینم. چی خبرتون؟ به به آقای افشاری. تو اداره باشه نیست. اینجا هم رئیس بازی در میاری؟ ببین چیزی که الان تو مغز توه بین تو و اداره مالیاته. نه بین تو با من. شیفم شد؟ وقتی که پولش میره تو جیب تو و امثال تو، خب معلومه دیگه قطار قطار وسیله میاد. چرا مشکل باشه؟ ببین افشاری من خیلی متاسفم از اینکه همسایه مثل تو داره. برو ببینم بابا. آقا جون بجون بابا، وقت داره تموم میشه. وقت تموم شه کرمه دو برابر ها الان تمومش کن بجون بابا. دو ساعته اینا از کجا میاد؟ معلومه از کجا داره میاد. یخچال پولتو دیزارتو افشاری گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. بابا اینقدر زیر بالا نده. دهن به دهنشون نذار. حبیب ولشون کن اینا، تا صبح هم وایسی جوابشون بدی بازم حرف دارم. بده خودمون کمک کنیم. من کاریش ندارم که. بیا خودمون کمک کنیم. بیا دست اونو ولش کن سنگینه. بیا اینم بگی اینو بذار خودم با نکنیم. بیا این سنگینه سنم خواهی بگیرش به من بابا. موسیقی
خب اینم از این. شکو. بله. بریم. کجا؟ از محبت خارها گل می شود. من همین الان یه محبتم گل کرده. میخوام بچه‌ها رو شام ببرم بیرون. نفر 2500 هم برای تو گذاشتم کنار. عالیه. آخ جون، آقا رستورانش با من. داشتیم می اومدیم یه جای ترتمیز دیدم میرم اونجا. به هر حال من نمیدونم. نفر 2500 براتون گذاشتم کنار بیشتر نشه. ای بابا این همه غذا از ظهر توی یخچال مونده بزنین بر فرداش. مامان اذیت نکن دیگه. من یه رستوران خیلی خوب سراغ دارم. هم غذاش عالیه هم جاش باصفاست. بریم اونجا. حرف عروس خانم نمیشه رد کرد. من تو ماشین منتظرتونم. زود باشی منم تو ماشینم. آره دیگه. الان فعلا تمیز میکنی. در ماشین تمیز میشود. کسیف نشود. اومدید؟ علی سوار شو. بلش کن دیگه. بنداز اونجا. اونجا چرا میندازی؟ بنداز تو. بسم الله. در کوچه چرا بازه؟ والا تا اونجا که یادم میاد من قفلش کردم. نکنه کسی تو خونه است. نکنه. کسی اینجا نیست. بابا جایزی ها نیست. چی؟ افشاری بدبخت شدم. چی شده مگه حبیب جان؟ تو آدم مشکوک ندیدی تو این کوچه؟ تا دلت بخواد تو این کوچه آدم مشکوک است. نه بابا منظورم دزده. اونا زندگی منو جارو کردن بردن بدبختم کردن. آها اونا رو میگی؟ آره. کیا؟ میشناسیشون؟ از قیافه‌هاشون معلوم بود که دزده. خب همینجا همینجا داشتن بازی همینجا همینجا چی رو بار می زدن؟ همون آتشخاله‌ای که اصلی بابات خریده بود آورده بود اونا بردن. حبیب حبیب چیه؟ 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 بقیه پرای وامم که پشت آینه بود بردن نیست. اونا رو هم بردن؟ پس یه باری که من بدبخت شدم بیچاره شدم. ای خدا چیکار کنم؟ شوخو خانم برم بگم آمبولانس بیاد. مرد حسابی آمبولانس برای چی بار پلیس رو خبر کن؟ آها پلیس رو چه؟ آدم بیاد. دیشب یکی اومده هرچی جهزیه مهزیه داشتیم و جمع کرده و برده. البته قرار بود به شما نگیم ما، ولی شما اصلا نگران نباش. حبیب آقا گفته با هر بدبختی باشه جهزیه رو جور میکنه. نه من که اصلا نگران نیستم. اصلا این حرفا چیه شما میزنید شکو خانم؟ کی حالا جهزیه از شما خواست؟ کی حرف جهزیه زد؟ آقا فرهاد من دختر بدون جهزیه بدم تا هزار تا حرف پشت سرش باشه؟ بابا اصلا این حرفا چیه شما میذاری؟ هر کار یه راهی داره. آقا من خودم یه 5 6 میلیون تومن زیرزیرکی از بابا اینا جور میکنم به شما میدم فعلا کارتون راه بیفت. نه فرهاد اصلا حرفش هم نزن. مامان تو که خودت میدونی بابا بفهمه چقدر ناراحت میشه. بیرد نشه بالمون. باشه الان میرم. به هر حال این موقع کاری چیزی داشتین تو رو خدا رو درواسی نکنه دیگه. منم مثل پسر خودتون میمونم. به من بگین حتما. خدا از آقای کمتون نکنه. قربانش. خیلی خوب خدافظ. خدا حافظ شما. سلام برسونید. بزرگیت برسونید. آقا دوبایی هم جاست رو میخوایی اینو ببری؟ شما کجا خواهر من؟ بفرمایید تو خودش بلده بره. بفرمایید. آقای قربانی از مردای نیک روزگاره. قراره که ما با هم دیگه فامیل بشیم. البته افتخار اینو دادن که پسر ما داماد خانوادهشون بشه. بجرد. البته غلام خانوادهشون بشه. سرور سرور بگید. نه والا جدی میگم به خدا. ایشون رئیس اداره مالیاته. آدم محترمیه. همه عالم آدم لنگ امضای ایشونن. البته آقای دهقان لطف دارن در حق ما. بفرما بفرما بشین. با عزتون. خیلی لطف کردی عزیزم. خب آقایون دیگه تعارف نکنید دیگه. یا خودتون پذیرایی کنید. راستی از اداره چه خبر؟ مردم مالیاتشون رو میان میدن یا نه؟
ولی چه عرض کنم، خب به هر حال واضحه که بعضی ها میان به موقع مالیاتشون میدن، بعضی ها دیر میارن میدن، بعضی ها اصلا نمیدن. جناب آقای قربانی، ما چه کنیم آخه؟ مالیات بیاریم بدیم ندیم؟ چقدر بدیم؟ ما چه کنیم آخه؟ تشریف بیارید اداره، قدمتون رو چش، بنده اونجا هستم در اختیار شما. آقا دم شما گرم شد یه چیزی. این آقا مهندس تو کار جایزی است. اگه نه. کاری داشتی به ایشون بگو. شما تشریف بیارین مغازه، هر چی دوست داشین انتخاب بکنین، منم در خدمتتون هستم. نه آقای مهندس، من جسارت میکنم، زحمت میشه. نه بابا، این حرفا چیه؟ جسارت چیه؟ شما اصلا نمیخوا خودتونم تشریف بیارین. شما به من لیست بدین، من با آدرستون میفرستم. به به، بفرما. نه بابا چی بابا، من هیچ وقت راضی به زحمت آقای مهندس نیستم. نه آقای مهندس، ما چاکر شما ایم. آقا مهندس بذار راحت باشه، بذار خانواده‌اش خودشون با سلیقه خودشون بیان انتخاب بکنن، اینجوری بهتره. سلام علیکم خانم. سلام، چرا اینقدر دیر کردی؟ طول کشید دیگه. چی شد؟ به پدر فرهاد گفتی عروسی رو باید بندازی عقب؟ نه. و چرا نگفتی؟ برای اینکه عروسی سر جاشه، عروسی عقب نمیفته خانم. با کدوم پول حبیب آقا؟ ببین شکو خانم، امروز پول حرف اوله نمیزنه. درسته که حرف اوله میزنه، ولی وقتی پول نداشته باشی این اعتبار که حرف اولی میزنه یه دمل. پس پول جور کردی حبیب آقا؟ ها؟ پول جور کردی؟ بگی بخواب فرد و بقیه رو بهت میگم. کنه خجالت زدت نشیم آقای مهندس. نه بابا، این حرفا چی؟ این پیش من میمونه یه سال دو سال، هر وقت خودت دوست داشتی به من بگو، تاریخ میزنم. آدم با معرفتی هست. قربون تو، چیز دیگه لازم ندارین که؟ نه دیگه، اینجا نه. منتها ما داشتیم میرفتیم بالا بیشتر به خاطر اینکه یه مبل فروشی از بالا آشنا. مبل؟ بله آقا، مبل طبقه بالا هست، چرا اونجا میری؟ شما مبل هم میفروشید؟ بله، همه چی هست. چنده؟ هر چی هست رو این اضافه میکنیم، نگران نباشیم. بفهم بیا آقا، تو عرف نکن. بفهم اینا رو موقعی که پیاده میکنید یه جوری باید به هم دیگه نخورن که زخم زیری بشه. خیلی برمون حبیب. آره نه آقا، این ها چیده باره به کارت برس. چی میگی؟ میگم نکنه یه کاسه زیر نیم کاسه باشه. چونی فکر میکنی؟ آخه برای چی اینا رو به ما دادن؟ بابا اینا همه با رفیقای بابای فرهادن رد کردن کادای عروسی. حرفایی میزنی یا؟ چه ببینم. چی میگی؟ چقدر چک دادی؟ چک ندادم بهشون. با خودم دیدم داشتی چک میدادی. مگه تو دیدی؟ آره. 8200 بهشون چک. 8200000 تومان. این کارو نکن زن، این یارو داره مدیگه اونجا واسه داره ما رو نگاه میکنه. کارو چیه میکنی؟ بدون تاریخ دادم، گفتم یه سال دو سال سه سال دیگه پول دار شدم بهتون زنگ میزنم، تاریخ میزنید دیدگاه میگیرید. اگه خواستن اذیتت کنم نفوسو بعد نزن، به دلت بعد نزن. برو برو تو، برو تو، برو 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 تو. میگم بیا بیا، شما بیا بسیج بچینی تو حیات، من همه رو خودم جاسازی میکنم. برمتون بیا. یالله فقط جون مادرت مواظب باش. بله چشم. افشاری؟ بله. اینا رو از کجا آوردن؟ معلومه دیگه، زیر میزیه دیگه. این همه؟ نه آمار، فقط پول ما خار داشت، از گلوش پایین نمیرفت. سلام آقای قربانی، پول ما رو بده. من عجب اشتباهی کردم از تو پول قرض گرفتم. مرد حسابی، تو آبروی حیثیت من همه جا بردی، همه فهمیدن که من از تو پول قرض گرفتم. خب بدهی تو بده مرد حسابی.
خیلی خوب، میرم الان جفت کلیامو میفروشم، بدهیمو میدم. میخوام ببینم دست از سر من بر میداری یا نه. نه تو اون کلیا 50 سال کار کشیدی، خودت بگو 2000 میارزه. آقا تو چیکار داری؟ من پولتو بهت میدم دیگه. چیه؟ تلفن. چیه؟ اخونتونه. عجب گرفتاری شدیم. اینجا میایم خونه زنگ میزنه، خونه میریم اینجا زنگ میزنه. آقا اینم شد زندگی؟ سلام علیکم. سلام. سلام. بله. دارم میام. کی زنگ زد؟ ای بابا. نیم ساعتی پیش زنگ زده، تو الان به من خبر میدی؟ من حالا ترمینال به اون شلوغی چجوری پیداش کنم؟ نه دیگه نمیتونم برم، خودش میاد. دیر بکنی خودم میرم پیداش میکنم میارمش. آره خدافظ. آقای قربانی؟ بله بفرمایید. ببخشید یه عرض کوچیکی داشتم خدمتتون. من پدرم اومده زود باید برم، من شرمندم. زیاد وقتتون نمیگیرم، این پرونده رو آوردم خدمتتون. ببینید این پرونده رو بدید به ایشون، آقای رحمانیان. ایشون هم عین منه، من الان تو مرخصیم. سفارش کردم بدم خدمت شما. کی؟ مهندس نصیر. ها ها بله بله. مهندس خودمون. بله. ببینید جناب، اینجا من و اون و این نداریم. شما پرونده رو به هر کی بدید کارتون رو راه میندازن اینجا. سلام رسوندن، گفتن پرونده رو بدم خدمت شما. شما هم سلام برسونید. آقای مهندس به سیستم اینجا وارد نیست، اینجا ما هممون یکی هستیم، یکسانیم. شما پرونده رو به هر کی بدید مطمئن باش کارتون رو در اسرع وقت راه میندازن. آخه تاکید کردن که بدم خدمت شما پرونده. آقا پرونده رو بدین به من. پرونده رو بدید بهشون. یه لحظه اگه اجازه بدید من میام خدمتتون. با اجازه فعلا. کجا را؟ کجا رفت؟ چی؟ هیچی. الو سلام مهندس. آره بابا هنوز من اینجا هم. اصلا تحویل نگرفت. گفتم از طرف شما اومدن. آره فقط گفت سلام برسون. همین. سلام آقا جون. سلام. خوش نشیم آوردی. حالت چطوره؟ الهی که قربونه. حالت خوبه؟ صبر کن ببینم. تو چرا این وقت روز خونه ای؟ من سر کار نمیری؟ من مرخصی گرفتم. آخه مرخصی واسه چی؟ این 2000 حقوق مرخصی گرفتن داره؟ آخه همچین 2000 هم که میفرمایید نیست. ما کلی با این حقوق زندگی کردیم، خانواده رو چرخ خوندیم. اه نفهمیدم تو به این میگی زندگی؟ آخه روز اولی قربونت برم، خلقتو تعیین نکن. درست میشه همیشه قربونت برم. بریم بالا. حالا تو یه خود تعریف از ولایت بکن بسما. من تو ماشین پام گرفته، میخوام یه کمی اینجا راه برم، نفس بکشم، هوا بخورم. همچنین آلوده، ملس، باحال، کیف میکنی. برو آقا جون، برو، برو تو اتاق. من قبل از شما نمیتونم برم. من از این طرف نمیخوام برم که، من میخوام از این طرف برم. چشم. برو بینم. بس من به شکوف میگرم. خیلی خوب. برو. از کجای تو؟ من دمه درم. بیا من منتظرم. باشه بیا. سلام. سلام. شیری روبا؟ بابا تو مطمئن این فامیلتون عقلی سر جاشه؟ چطور مگه؟ آقای سر کارمون گذاشته که. مگه دیدیش؟ خودم که نه، یکی بچه ها رو فرستادم پیشش ولی اصلا تحویل نگرفته. تو بودی قبول میکردی؟ نه جون من تو بودی قبول میکردی؟ نه. بیچاره اینجوری که ظرف دو سه روز میفته زندان. خب حالا چیکار کنیم؟ آقای دهخان بیا از این ترشی ها بزن، مطمئنم خوشت میاد، بعد یه دبه برات میفرسته. دست شما درد نکنه بابا، خودتون از خودتون پذیرایی کنیم دیگه، تعارف نداره. زحمت شما نبوده بابا. این دعیدی دخترمونه کی میبرن؟ دیر باردوارم خراب میشه که. هر موقعی شما دستی بدین امرار خان، ما هر موقعی که شما بگین آماده ایم. هر وقت آمادگیشو داشته باشیم. یکی دو روز دیگه. چرا دو سه روز دیگه؟ هر چی امرار خان بگه. همین فردا. به افتخار امرار خان.
بدون که مخورین سرد جدا. ای بابا اون دستت درد نکنه. آخه سیر شدیم. دست شما واقعا درد نکنه. ان شاء الله همیشه سفرتون تو شادیا بیفته. ان شاء الله. شکر حبیب جون. قربونت. راستش به خاطر اینکه قرار فامیل بشیم من یه عذرخواهی بهت بدهکار بودم. عذرخواهی؟ بابت چی؟ بابت همین رفیق مهندس هم دیگه. مهندس؟ مگه چی شده؟ آخه برای اینکه کار بدی کرد، کار زشتی کرد که جلو همکارا آدم فرستاد پیشه. نه بابا اینجوری فکر نکن، من به همکارم گفتم کارش را بندازن. آره ولی خب نباید پیش همکارا میگفت. حالا کارش را افتاد یا نه؟ راستش بشین ببین حبیب جون، قربون شکلت برم، کار خودته. یه جوری حساب این پرونده رو یر به یر کن بره. نه دهقان جون، اون همکارا من میتونم کارش رو بندازم. نه دیگه بهتره کسی دیگه رو وارد بازی نکنیم. بازی؟ باشه. کدوم بازی؟ همین بازی همیشه گید که دست بازو رو نمی کنی دیگه. ببین دهقان جون، این بابامو دیدی که اونجا نشسته بود؟ زنده باش ایشالله. ببین اون از بچگی به من یاد داده یک قلو پول حروم از تو گلوم نباید پایین بره. با اون تمام دادی بیداداش. دست درد نکنی من. یعنی منظورت اینه که این رفیق ما میخواد لغمه حروم بذاره دهنت؟ نه با من همچون جسارتی نکردم، قربون تو برم، همچه حرفی زدم میگه. پس بگم بیاد. آره بگو بیاد، منتها فکر لقمه حرام تو مخش نباشه و بیاد اونجا. اگر من نبودم به همکارا میگم کارش را بندازه. باشه باشه خیلی خوب، پس به این زن بچه هم بگو بیاد تا ماشین گرم کنم. نه بابا الان سر شب، کجا میخوای بری؟ نه دیگه نه، خستم باید بخوابم. قربونت برم. خیلی ممنون. مرسی. خیلی آهسته به در و دیوار فقط نزنیم. یکی کنار خیابون وایسه فقط اینو نبرم. انا لو خام ببخش اگه ممکنه اینجا دیگه بشه. خودو ببینم، خودو زود باش. ببینید چقدر زحمت کشیده تا این جهیزیه رو درست کرده. این جهیزیه آنتیکه، درجه یکه. دستتو درد نکنه حبیب آقا، واقعا زحمت کشیده. افتخار حبیب آقا، افتخار حبیب آقا. ماشاءالله ماشاءالله به این جهیزیه. واقعا دست شما درد نکنه، بذارید دست رو ببوسم. خواهش میکنم، مبارکتون باشه. بابا واسه همه چی ازت ممنونم. راست میگی، افتخارش. سلام علیکم. آقای مهندس خیلی ما رو شرمنده کردی. یا نه قربان، وظیفه بود. این حرفا چیه؟ بفرما. یا الله کیه؟ سلام، سلام بفرمایین. آقای مهندس هست؟ بله همون مهندس. میدونه. آقای قربانی شما این؟ بله منم. تشریف بیارین کلانتری. مرد حسابی تو که میگی حقوقم اینقدره، اینقدرم بده کارم، برای چی میری جهیزی به این گرونی برمیداری آخه؟ جناب سران، آخه شما که خبر نداری، خانواده دوماده من درست حسابی هم. منم برای اینکه دخترم کم کسری نداشته باشه، کم نیاره، رفتم بهترین چیزو خریدم. عزیزشون
آخه با پول مردم که نمیشه این کارو کرد. این بنده خدا خوش گرفتاره. جناب سروازی ایشون خودش هم گرفتاره. من در جریان هستم ولی خب منم گرفتارم. چیکار میشه کرد؟ بازارم خرابه. بهم جا سلام. من پول ندارم. جزایی هم که ازشون گرفتم قبول دارم. باشه. پس میفرستم. یه من اتاق میگیرم پس میفرستم. خسارتش هم هر چی هست آقا من به من بگو من بهت میدم. نه دیگه همینه دیگه. من به خاطر همین که شما برگردون اصلا من خسارتم نمیخوام. نمیخوام. من نمیخوام پول ناحق بخورم که. دیگه حرفی داری؟ نه از خدامه. باشه بریم. بریم کجا؟ بریم برگردونیم دیگه جناب سروان. بگیر اینو نمیخوای تو. بشین آقا بشین. تا ایشون رضایت نده که شما نمیتونی بری. پس جفتجور کن دیگه. جفتجور کن بریم. حالا جناب سروان ایشون باشن زندان. به محض اینکه وسایلو برگردوندین من میام رضایت میدم شما بیاین بیرون. ها درستش همینه. با اجازه. به سلامت. خداحافظ. جناب سروان میشه لطف کنید اون تلفن رو من بدید من یه زنگ بزنم با وانت اساسای ایشونو پس بفرستم. آره این بهترین کاره. تو چرا میخوای الکی ظاهر زندگیتو عوض کنی؟ بکر راست همه چی رو بهشون بگو. بالاخره که میفهمن. الو سلام علیکم حبیبم قربون شما. هیچی من الان کلانتریم دارم این دسترم زندون. من متاسفانه اون جایزیه که خریدم چک دادم پولش جور نشد. این یارو ما رو انداخته زندون. هم یارو مهندسه. آره حالا تلفن کردم ازت خواهش کنم یه وانت بگیر اون جایزیه رو پس بده بهش بفرستش مغازش تا من انشالله مطمئن باش از اون بهترشو تهیه میکنم. نه یادش اینه که آره یه چند روز عروسی عقب میفته. مردی که گندشو داره برده پول یه دست مبلم نداره بخره. چی شده مگه؟ مردی که زنگ زده میگه من تو کلانتری گیرم جایزیه رو پس بیارین. خواهی به سرم مگه همچه چیزی میشه؟ اینا در شأن ما نیستن. ما از همینجا پس میکشیم. بابا گناه دارن دخترشون دختر خوبیه. حرف زن دخترشون دختر خوبیه. من هر چی بکشم از دست توه. زنم من دوست دارم بدون جایزیه باشه. یه چیزی بگم آن خیلی خوب خیلی خوب. فرهاد فرهاد رفت. بذار بره. بذار هر گورستونی که میخواد بره به درک. سلام بفرمه. سلام منزل آقای قربانی. بله امرتون. این وسیله هاتون آورده. چی هست؟ جهیزیتونه. یه دقیقه باستی ببین اگه معطل کنی کرایت بیشتر میشه ها. مامان کی بود؟ هیچکی آشغالیه. خودکار تو جیبتون هست؟ خودکار رو بدین. کاغذتون هم بدین. اینا رو ببرین در مغازه آقای مهندس پولش هم همونجا بگیرین. مهندس جونم خیلی ممنون. خواهش میکنم. زحمت کشیدی. نه آقا جون کاری نکرد. اگه ناراحتی میتونی بیای رضایت رو پس میگیری من دو مرتبه برگردم اون تو. نه بابا این حرفا چیه؟ من فقط این مبلای خورده درب و داغون شده که اونم بعدای صرف اصلا چیزی نیست. ببین من اگه وضعم خوب بشه میام خسارت مبلاتم میدم. انشالله وضعت خوب بشه. بای چیز خداحافظ. خداحافظ. کیه؟ فراد جان توی الهی قربونت برم. مادر کجا بودی؟ بیا تو بیا تو. دهقان 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 فرهاد اومده. فرهاده ببین تو رو خدا حالا که اومده دیگه باش در بست. سلام. سلام مادر. الهی قربونت برم چرا سر و بست اینجوری شده؟ کجا بودی تو تا حالا؟ تو اگه ولگردی نمیای خونه. تو گفتی نیا. اصلا گفتم تو نباید به فکر این باشی. فکر نمی کنی این میفته بلایی سرش میاد؟ ما یه دونی کافشه بده ما بریم بابا. اینجا جای ما نیست. ایبا کجا دوباره؟ فردا هم دارم میرم سر کار.
یه پولی هم دستم بیاد میخوام عروسی بگیرم. از الان گفته باشم یه پس حالا شنیدی نگی نگفتی. تو غلط میکنی بدون اجازه من عروسی بگیری. حالا ببین میگیرم یا نمیگیرم. ما رفتیم. صبر کن. کجا؟ وایسا منم باهات میام. صبر کن. تو کجا؟ منم باهاش میرم. دیگه از دست کارای تو زنده شدم. میام هر چی که بره باهاش میرم. بابا این بر میگرده. اگرم بخواد برگرده ها من نمیذارم برگرده. حالا بریم. باشه باشه هرچی شما بگین. خوبه؟ همیشه همینو میگی ولی آخر سر حرف خودت میشه. بابا این دفعه فرق میکنه. سوارشین سوارشین ببینم. کجا بریم آخه؟ سوارشین کاریتون نباشه. خداحافظ. کجا؟ امشب میخوام کلک قضیه رو بکنم. سوارشین ببینم. کلک چیو؟ گفتم سوارشین ببینم. ای سوارشو دیگه صداشو برده آسمون بود و سوارشت زود باش دیگه. چیکار میخوای بکنی وقت شب؟ مگه خونه آقا حبیب اینجا نیست؟ خب که چی؟ پس را بیفتی. بابا کجا؟ ساعت 2:30 شبه. کار خیر که وقت و بی وقت نداره. ای بابا آخه الان زشت مرد. یا الان یا هیچ وقت. بابا خواهش بکنم نصف شبه. بیام بریم. بسیاری بریم ببینیم چیکار میخواد بکنه. بابا به خدا زشت نصف شبی. بابا با 2:30 شبه. کاریتون نباشه. من خودم میدونم چیکار کنم. این میگه کاریتون نباشه. آخرمون میره. بابا خوابنن همشون. صدا در نیاد. سلام حبیب جون. خیلی نوکرم. سلام علیکم. قربونت برم الهی. ببخشید که نصف شبی مزاحمت شدم. میدونی راستش اینا قهر کردن میخواستن از خونه برن بیرون. بعد من هم هرچی بهشون گفتم یعنی گفتم حالا فردا ولی خب به من اعتماد نکردن دیگه. یا الله اجازه بده اجازه بده. یا الله یا الله. بیاین تو بیاین تو بیاین. یا الله بگیر تو رو خدا. ببخشید مزاحمتون شدیم. ببخشید حبیب. یا الله یا الله یا الله. بیاین تو بیاین تو بیاین. یا الله بگیر تو رو خدا. ببخشید مزاحمتون شدیم. ببخشید حبیب. بفرمایید. یا الله بفرمایید. ببخشید تو را خدا مزاحمتون شدیم. این موقع مزاحمتون شدیم و این وقت شما که سر از کاری مرد در نیاوردید. یه دقیقه بشین معلم میاد. شوخ خانم ما راضی به زحمت شما نیستیم. این موقع شب که کسی پذیرایی نمی کنه بفهم بشین ما دو کلمه حرف بزنیم و بریم. اینجوری که بده. تو را خدا بفهمید بشینید. بیا بشین تو را خدا. بفهم بشینید. بشین. خب سارا جون کجاست؟ حالا بیاد. خب حالا چی شده دوباره؟ هیچی. خواستیم این ماجره رو تمومش کنیم و بره. کدوم ماجره رو؟ همین ماجره دیگه. یعنی گفتیم که همین الان یه عاقد صدا کنیم اینا رو عقدشون کنیم بره پی کارش. این وقت شبی؟ خب حالا نه منظورم این بود که فردا شب. ها گفتم بیایم حرفمونو بزنیم قول و قرارشو بذاریم و این طفل مسموم ترکیبش روشن بشه. بعدم حقیقتش من یه عذرخواهی بدهکار بودم. حبیب آقا منو ببخش. منو ببخش. من به تو بد کردم. میدونی یه لحظه به خودم اومدم گفتم مرد حسابی آخه این چه کاریه میکنی؟ چرا با زندگی مردم بازی میکنی؟ چرا یه خانواده رو بدبخت میکنی؟ حبیب آقا تقصیر این رفیقا بود. یه باز شده بینیم. منو ببخش. منو ببخش. دلم میخواد از خستگی روحی یه جور پیدا کنم دنج یه ما تلپشم بخوابم. این رایش نیست حبیب آقا. چرا؟ شما به یه استخر احتیاج داری. استرخ زمستون که آدم سرما میخوره مرد حسابی. مش با من میبرم یه جای گرم. قراره بود فردا.
از کار فردا شبو که انجام بده. این همه آدم اینجاست. بله آقا، پس همین ویسا چی کار؟ من نمیده بابام خوابه. همه اینا کارهای عروسی رو میکنن، من و تو هم میرسیم به زندگیمون. اگه مهندس اومد اینجا بخوابون تو گوشش، اون داشت از رابطه مناطق سوء استفاده میکرد. آقا حبیب تالا دیدی من بیام اصلا حرفی از مالیات بزنم؟ همین رفیقا هستن که خدافظ. خدافظ. فردا میبینم. چی شد؟ آها. بابا اینا هیچ کدوم این کارا نیستن، اینا هیچ تو جنگل برای داشتی کار کنن. حبیب جون بیا، بیا کار خودت بیا بزن بیرم. من؟ آره بیا، کاری نداری که. آه من چشو چال ندارم، بلمون کن بابا. چشو چال نمیخواد که، دل پاک میخواد. تو هم که دلت پاکه حتما میزنی تو هدف. بیا بیا بزن بینی. علیکی شد این اناره شما رو گذاشه سر کار. برو زدی؟ آره برو. اینو ببین. ایبی نداره تا سه نشه بازی نشه. ببینم سرش خورد تو سرش، خورد تو سرش، خورد تو سرش. چی شده؟ تیر خورد تو سرش، تیر خورد تو سرش. تو سر کی؟ شاکر داشت میومد یهو افتاد زمین، تیر خورد تو سرش. شاکر؟ اینجاست، اینجاست اینا. شاکر، 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 شاکر. چرا اینجوری شد؟ افتاد شد. خور شاکر، شاکر، تو دیدی؟ سرش افتاد، مرد. بابا شاکر، 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 شاکر. نبضش هم نمیزنه. چی؟ نبضش نمیزنه، مرد. تموم کرد. حالا چیکار کنی؟ اینجوری شد بابا. بابا من که گفتم اصلا ندید دست من. خیلی خوب، خیلی خوب، سر صدا رو ننداز میشم. من یه آدم کشتم، من اینو کشتم، من اینو کشتم. خیلی خوب، خیلی خوب دیگه، خیلی خوب. اصلا کی گفته تو کشتی؟ اینجا باغ منه، اسلحه منه، انار منه، اینم سرایدار منه، من مسئول اینم. بلند شو آقا، بلند شو برو اون بیلو برده ببینم. چی؟ چرا؟ نه، چی کار میخوای بکنی؟ میخوام همینجا چالش کنی. نه بابا، بنده خدا گناه داره. خیلی خوب، آقا شطور دیدی ندیدی؟ آقا پیش ازش عروسی رو صورت تبریک بگو. ممنون قربونت. خدا 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 خدا. باشو باشو بریم دیگه، داره شب میشه، مراسم دیر میشه. باشو آقای دهخان، میشه من یه خواهشی ازتون بکنم؟ چی؟ زنگ بزن مراسم تعطیلش کنیم. تعطیل کنیم؟ آره من نمیتونم بیام جون. اگه تعطیلش کنیم همه بو میبرن چه اتفاقی افتاده. چیکار کنم؟ باید سعی کنیم خیلی عادی و معمولی همه چی پیش بره. من نمیدونم آقا چیکار کنم. باشو ببین، اگه غیر عادی باشیم شک میکنن. باشو باشو بریم. سلام. سلام، چه خبر؟ سلام کنیم آقا. ای باقا اوضاع چطوره؟ هم چیزی کم کس نداریم؟ اوضاع چی با مرم از خوریه؟ چرا قد دیر کردیم؟ ملت بای سرم منتظر. آقایت کو؟ خیلی خوب. آقایت کجا؟ آقایت چی؟ آقایت که میان؟ آقایت خیلی خوب بابا، خیلی خوب، همه هنگ شده. آره صبح گفته شب میاد. دست درد جانم. ببینم چته تو بابا، مثل که عروسی دختری تا. آخه بابا تو این وضعیت عقل چیه؟
من الان عزادارم. عزادار چی؟ خیر سرم، من یه نفر کشتم، الان وقت این چیزا نیستش که. ولش کن، باز شروع کردی؟ حالا که همه چی جفت و جور شده میخوای خرابش کنی؟ این چه قیافه باز خود درست کردی؟ لبخند بزن. سلام علیکم آجا جان. سلام علیکم. شما برای خود بیا ارتشی آوردین؟ بله بله. آخ من داشتم می اومدم که منزل بگم، زحمت نکشید دیگه. چرا اتفاقی افتاده؟ نه شرمنده شما هستم، به من پیغام دادن که بیام به شما بگم که مراسم امشب کنسله، ولی حساب و هر چقدر میشه بگین، من غلامتون. نه خیر مهم نیست، مهم نیست. فقط آجا فردا شب مراسم برگزاره. باشه چشم. فقط اگر دوست دارین من بگم الان آژانس که شما رو ببره. نه خیر آقا جان، نه خیر، میرم. خدا حافظ شما. غلام قلب خستتم. برو به سلامت. برو بابا. برو. ساعت 11 شد. پس چرا نیومد حبیب آقا؟ من نمیدونم. به من گفت 9:30 اینجاست. بابا من هر چی زنگ میزنم میگه نیست خونه. اینطوری شکون نداره. نه اومده تو کار، دیگه بدتر. اصلا قسمت نیست. عیبی نداره آقا جون، درست میگه. مهمونا برن، فردا اول وقت بیا. فردا قضیه رو سختش نکن، انقدر هم پیچیده نیست. عجله عجله ای هم که نمیشه. ما واسه فردا باید فکر کنیم. هنوزم فکر نکردیم. یعنی چه باید فکر کنیم هنوزم فکر نکردیم؟ آقا جون ول کن این حرفا رو. ببخشید چون این وقت شب ما نمیتونیم آقت گیر بیاریم، مجبوریم بندازیم برای فردا شب. حبیب تو دیگه آقای پیغام، تو رو خدا یه کاری بکنی. نمیشه دیگه، چیکار کنیم؟ باشه باشه آقا، باشه باشه، میذاریم برای فردا شب. آقا حبیب شما دیگه لازم نیست آقت هماهنگ کنی، ما خودمون هماهنگ میکنیم. بالاخره یه کاری میکنیم دیگه با هم. جمعش کنید، جمعش کنید، بریم. خداحافظ شما. خداحافظ شما. خداحافظ. خداحافظ شما. خداحافظ. سلام. سلام های بابا. آقای قربانی ایشونه. سلام بابا. سلام. امرتون. بفرمایید. اول از همه بفرمایید. چیه آقا؟ خب اینکه درسته، کاملا درسته. برگ قطعی هم براتون کشیدن. ها میدیم، مالیاتمون هم میدیم. خاموش. والا اینجا یه خورد اینجاتون قرمزه، میشه انار خوردی شما؟ من؟ نه بابا، انگار آب انار پاچیده بهتون. نه من انار نخوردم. جایی نبودی دیروزی امروزی که انار خورده باشی؟ چی گفتی؟ جایی نبودی دیروزی امروزی که انار خورده باشی؟ چرا؟ بس به خاطر انارم که شده. آره دیگه. شما؟ یکی از آشناهای ما وقتی انار میخوردی ایشون هم اونجا بودن. حل میشه؟ ممنونم. سلام. سلام. چرا چه کسی نیست؟ بقیه کجا؟ نمیدونم. بابا از موقعی که اومده رفته توی زیرزمین هی داره گریه میکنه آقای بهخوا. خیلی خوب پاشو برو خودتو آماده کن، الان آقایت میاد. بریم 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 بینن. برو بسرم.
بستی؟ مردی حسابی معلومه داری چی کار میکنی؟ قرار عاقد بیاد، مهمون بیرون نشسته. کیه؟ کیه؟ دم در کارت دارم بابا. کی؟ دوتا مامورن. نه ترس بابا، چیزی نشده که حتی کسی از جریان چیزی نمیدونه. ساکت باش، خودتو مرتب کن، قشنگ اشکاتو بکن. برو قشنگ بیرون جوابشو بده. برو برو بمیکی. سلام. من ازتون خواهش میکنم، فقط یه امشب و من مهلت بدین، ازتون ممنونم. ما رو دست انداختین؟ نه فکر من باور کنید الان اخکنون دخترمه، فقط یه شبه. همسایا به خاطر همین امشب دست شما شاکی هم. همسایا؟ چه ربطی داری به همسایا؟ زنگ زدن از سر صداتون شکایت کردن، لطفا سر صداتون رو کمتر کنید. همسایا ها زنگ زدن؟ بله. چشم آقا، اطاعت امر. خواهش میکنم بفرمایید دهنتون شیرین. خیلی ممنون، فقط رعایت کنید. چشم با اجازتون. بفرمایید. شب شما بخیر. شب بخیر. آقای قربانی. حبیب آقا سلام. اینجا کارت دارم. دیر نشده نزا دخترت عروس این دهقان بشه. مگه چی شده بابا، این آدم درستی نیست. کی؟ دهقان. تمام امورات زندگیش از روی دزدی و کلاهبرداری میگذره. من تحت فشارم مهندس، نمیدونم چی. تحت فشارم حبیب آقا، تو خودت داری دستی دخترتو میفرستی توی خونه که فردا بدبختش کنه دیگه. فشار کدومه؟ چیه؟ من آدم کشتم. آدم کشتی؟ چی و کجا؟ همین تو باغ لبوسون، همین باغ دهقان. خب همین امروز الان توفنگ سریدارشو کشتم. سریدار دهقانو؟ آره. آقا تبریک بگم. چی تبریک میگی؟ نه حبیب آقا قربونت برم، آدم کشتن که تبریک نمیگم. من تو رو میشناسم، واسه همین میگم تو اگه اینقدر دل و جرأت پیدا کردی که آدم بکشی واقعا باید به تبریک گفت. تو آدم این کار هستی. من کشتم، همونجا هم دفنش کردم، با چشای خودم دیدم. نه آقا جون، سر کارت گذاشتن. سیاه‌بازیه. سیاه‌بازیه؟ یعنی چی سیاه‌بازیه؟ بابا جون یه کلکی تو کار من، این دهقان رو میشناسم، این حتما یه کلکی جور کرده، یه برنامه‌ای واسه تریقه که یه جوری تو رو تحت فشار بذاره، کاروبار دلالی شاق بشه. یعنی انقدر آدم نامردیه؟ آدم مونده تا تو این جونه برا بشناسی. بله بله. میگی من باید چیکار کنم؟ اول از همه حبیب آقا قربونت برم، برو جلوی مراسمو بگی نزد سر بگیری، بعدش هم فردا صبح اول وقت میای تو این خیابون، من منتظرتم. می با هم دیگه میریم لباسون یه سر گوش یاد بدیم ببینیم اصلا اونجا چه خبره. باشه مهندس جونم، تو با من داری رفاقت میکنی؟ دارم رفاقت میکنم. داری دوستی میکنی؟ دارم دوستی میکنم. این حرفایی که زدی همش راسته؟ آقا جون ما میریم فردا ببینیم اصلا چه خبره، اگه دروغ بود باز به یه مراسم دیگه بگیر. خوبه؟ سلام علیکم. تشریف داشته باشی الان میدونم. خواهش میکنم، با یه چند روز فرصت شد رفتیم راجع به خانواده داماد تحقیق کردیم، فهمیدیم که
متاسفانه آدم های درستی نیستن این که مراسم رو به هم زدیم. اومدم از شما عذرخواهی بکنم. آقا جان من جای دیگه وعده داشتم، به خاطر شما نرفتم. من شرمندم آجا. درست درست میفرمایید. من حاضرم هر چیز ضرر زیانشی که بفرمایید من بهتون میدم. نه آقا جان لازم نیست، کاری نکردیم که پول بگیریم. چرا آجا بفرمایید. شما وقت گذاشتید. نه آقا جان من خدمتتون. نه بفرمایید لازم نیست. مامان پس بابا کجاست؟ چی میدونم، منم مثل تو موندم منتظر. بابا مگه قرار نشد شما عاقد هماهنگ بکنید؟ پس چی شد؟ پسرم قربون شکلت برم پیدا نکردم، واسه همین گفتم آقا عبی بره همون دیشبی رو بگه بیاد که اونم خیرت. سلام، کجا رفتی تو؟ نگفتی جلو در همسایه ها آبرومون میره؟ جواب مردم رو چی بدم من؟ من رفتم خونه عاقد، خانومش گفتش که رفته بیرون. خب همیشه تا بیا. ای بابا تا کی واستم؟ داره صبح میشه. دهقان تو یه کاری بکن، برو به یکی دیگه زنگ بزن. من نصف شبی به کی برم زنگ بزنم؟ آقای دهقان آقا خودتون ناراحت نکنید، من یه پیشنهاد میکنم، اصلا بذاریم واسه جمعه، تعطیلیه، همه عاقدا خونه. مرد حسابی این چه حرفیه داری میزنی؟ ما این همه بودو بودو کردیم که بندازیم جمعه؟ چه عجله‌ایه؟ اینجا خونه ای ماست، ما که فرار نمی‌کنیم. این چه وضعیتیه؟ دیگه خسته شدم. خب یه عاقده دیگه گیر میآوردی. جای دیگه گرونه خانو. ما رو گرفتی؟ مرد حسابی؟ من تو رو گرفتی. تو شورشو در آوردی دیگه. این چه وضعشه؟ پول عاقده من قراره بدم نه تو. خب اینو از اول میگفتی. یعنی چی؟ خب اتفاق دیگه. اتفاق یه بار دو بار نه هر شب هر شب آقا. برش کن گفتم بده یه کلکی تو کاره. قلاب بگیر من برم بالا. قلاب بگیر. ببین من کمرم درد میکنه. تو قلاب. خیلی خوب بیا. بیا اینجا بس بیا. گرفتی؟ بله برو بالا. یک بو. کسی تو رو نهید. خیلی خوب قبرش کجاست؟ همینجا. خیلی خوب بیا بریم بیا. مهنده بله بابا کلش این بره، یه وقت کلنگت نخوره به این کلش. بابا کو کله اصلا خبری نیست که. ای بابا پس کو؟ همین جا بود مهنده. ما داریم به آب میرسیم که تو خبری نیست. آب میرسیم؟ آره. نکنه مهندس آب شده رفته زیر زمین. ای بابا بروز و سواش کسی نبینه. مهندس چیه؟ خودشه. سلام، شما اینجا چی کار میکنید؟ تو اینجا چی کار میکنید؟ تو که مرده بودی. آقا شرمنده، ما میمیریم زنده میشیم، اصلا این قصه مثل قصه حملته. حمله چی میگه؟ آخه من تو شهرم باید که بازیگرهای تئاتر بدم، یکی از بازیگرهای خوب افغانستان بودم، شکسپیر کار میکردم، خودم هم حملت بودم. حملت بودی؟ منم بهتن کسترم. سب کن تو بزنم. بابا این کاره نیست بنده خدا که آب رئیسیت منو برده. این ربطی نه بنده خدا، کاره نیست. هر چیز زیر سر اون پدرشوهر دخترت این بنده خدا خبر نداره. راست میگه، اون خودش میفهمه که من عاشق بازیگری هستم، منو مجبور کرد. آخه اون آدمه که تو به حرفش گوش کردی. آقا شرمنده قبول،
بو آدم خیلی بدیه. حق و حقوق ما رو که نمیده. منم میخوام از دستش شکایت کنم. بفهم. اینا میخواد شکایت بکنه از دستش. بابا این آدم ناتویه. از من دیدم چون تو آدم ساده اومده بی کمکی بهت بکنم. تموم شد. بریم آقا، بریم. ببین علی آقا بریم. اگه فردا دخترت عروس این خانواده بشه، هر وقت دیدیش بابت این ماجرا با سرت جلوش بندازی پایین. منم یه کاری باهاش میکنم که از خجالت اون سرشو بندازه پایین. حالا میبینی. بله جناب سروان، راستش من تا امروز فکر میکردم قاتلم. یعنی واسم پاپوش درست کرده بودن که من آدم کشتم. همین امروز من فهمیدم که الکی بوده. یه عده میخواستن سر من کلا بذارن که ازم اخاذی کنن. همه جام پر کردم. حالا اومدم این آدم تنبیه بشه. تو بفرست بیاد. باشه. بابا من تو که این حرفا رو با هم دیگه نداریم. من که همیشه قبلا پیشاپیش بهت بود داده. سلام علیکم. سلام. آقای دهقان. خدافظ. آقای دهقان. بله خودم هستم. سلام. لطفاً با ما تشریف بیارید بریم کلانتری. کلانتری برای چی؟ ازتون شکایت شده. ببخشید، کی شکایت کرده؟ یا آقایی به اسم حبیب الله قربانی. حبیب الله خب به چه جرمی؟ اونو دقیقا نمیدونم. شما با ما تشریف بیارین کلانتری، توضیح میدیم خدمتتون. بله چشم. من یه لحظه کابشنم آقای پوشم. بله منتظرتون. بفرمایید خدمت باشین. متشکرم، همینجا هستیم. سلام 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 آقا حبیب گل. چیه؟ چی شده؟ بفرم بشین. داستان چیه جناب سرمان؟ ایشون شکایت کردن از شما که شما براشون پاپوش درست کردین و صحنه سازی کردین. آقا حبیب شکایت کرده؟ صحنه سازی چی؟ که یه نفر رو به قتل رسوندن. قتل؟ من که سردار نمیارم چی بگی جناب سرمان. این آقا حبیب گذشته رفاقتی که با ما داره دخترش قراره عروس ما بشه. ما سنمون از این حرفا گذشته. دستا کس جام سروان، من باشون هیچ رفاقتی ندارم. دروغ میگه جناب سروان، جدی نگیرید. نمیدونم چه شده، تا دیروز که با ما خوب بود. بلنش بلنشیم بریم لباسون. بفرمی. برای چه جناب سروان؟ تو را میگم خدمتون. بفرمی. بله چش. بفرمی. بفرمیش آقا بی بفرم. والا این آقا دهخان یک روز با مهماناش آمدن اینجا سروسات را انداختن. بعد یه انار دادن دست من، گفتم بذارم رو اون درخته. ایشون هم بودن. بله بله جام سرما، ببینید همه رو داره مو به مو راست میگه. چرا سرما مو به مو دروغ میگه؟ اجازه رو حرفشو بزنه. بفرمی. بعد تفنگ دادن دست ایشون. بعد این آقا دهخان به من گفت که سرم خونی کنم بذارم اونجا، برم اونجا خودم شکل جنازه در بیارم. بعد میخواستم که چالم کنم، بعد چالم نکردن. گفت خیلی خوب خیلی خوب دیگه بقیهش با ماست. بی چشم رو ببرش. بفرمایید. شاکر. بله آقا. از این به بعد دیگه حواستو جمع کن، برای قشنگ قف کن. دهخانم اگه اومد بگو آقا گفته رات ندیم. چشم آقا، برو به کارت برس. سلام، خسته نباش. سلام آقا جون. یه ماسک می‌خواستم. بزرگ یا کوچیک؟ بزرگ. ببینم آقا جون، اون پول 100 تومنه؟ بله، چطور؟ ما پول خورده بیشتر به کارمون می‌خوره. بده من بهت پول درشت بدم.
بله خواهش میکنم، بفرم. دست درد نکنم. قربانش. ببین آقا جون، برو به این حیب آقا بگو 100 تومن حسابمون کم شد، 64 تومن دیگه به ما حساب داری. یعنی چی؟ منظورتون نفهمم. ببین این پدر خانوم شما 164,000 تومن به من بده کاره. خب 100 تومنشو گرفتم، 64,000 تومن دیگه با من حساب داره. بهش بگو بیاره بده، اگه نیاره بده قاطی میکنه. پول منو بده برم. گوشتم به حساب پدرزنت. حساب پدرزنم به من چه ربطی داره؟ برو بیرون. ای بابا خیلی خوب، خیلی خوب. آروم باش شما، ماستو بده من برم. 800 تومن بده ماستو ببر. ای بابا من همین الان 100,000 تا پول نقد به تو دادم. پول داری ماست میبری، نداری برو بیرون. عجب گیری کردی ما دست شما. برو بیرون، صدات بلند نکن. مرتضی. بله. این کبابی هنوز بازه؟ فکر میکنم باز باشه. شب بخیر. شب شما بخیر. میگم حبیب جون چرا خونه رو نمیکوبی و بسازی؟ نه من این کارا بلدی میخوام، میترسم سرم کلا بذارم. بابا من یه آشنا میشناسم، ولی نه. ببین حبیب جون به حرف منم اعتماد نکن، اول میری نمونه کاراشو میبینی، تحقیق کن، بررسی کن، توی خونهشو ببین، کاشیکاریشو ببین، بعد وقتی مطمئن شدی بگو عزیزم ببین این زمین منه، توی یه سال چند بایدشو به من میدی؟ به همین سادگیه، کاری نداره که. فکر خوبیه دهقان. ببین من که نمیتونم این کارو بکنم، همین فردا بیا با هم بریم این کارو بکنیم. ولی من که اینجا هم که راستی. خب رضایت میدم میای بیرون؟ من تا که میتونم همش چرا کبا برای تو بخرم؟ پاشو پاشو بریم. نه 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 نه, نه, نه من راضی نیستم. ببین من اگرم خواستم رضایت نده، برای اینکه میدونی من باید چند وقت اینجا باشم تا آدم بشم. تو برو کاراتو انجام بده بعد بیا دنبال من. باشه. پس قرارمون چی شد؟ پس فردا. پس فردا تو این آدرس این بساز بفروشه رو نمیخوای بابا بدی؟ اخ راست میگی. اینقدر تعریف چه کردی؟ اتفاقا همینجاست. بیا آدرس شماره تلفنشه. برو اگه بازی در آورد بگو من آقا مهندس فرستاده. من که از این کارهای کوچیک نمیکنم. حالا که آقای مهندس شما رو معرفی کرده با همکارا صحبت میکنم کار شما رو راه بندازن. متشکرم آقای سوهیل، خیلی ممنون. خیلی خوشحالم از اینکه حضورتون هستم. میشه به من اون نمونه کاراتون رو به من بدید من ببینم؟ آخه نمونه کارای ما در حد 150 متر نیست. بله حالا بدید بد نیست. بفرمایید اون کاتالوگ تمام نمونه کارای ما تون هست. بله. ببخشید اسم شما؟ من قربانی هستم، حبیب قربانی. آقای سوهه اینا رو همه رو خودتون ساختید؟ بله. اینا هم خودتون ساختید؟ بله کار خودمونه. این تخت جمشیده ها خودمون ساختیم. بله چطور مگه؟ یعنی شما تخت جمشیده میسازید؟ بله.
بفرمایید. آقا سلام علیکم. سلام جانم. شما آقای سهیل رو میشناسین؟ بله بله بله. من فرستاده خدمتتون. ما خودمون میخوایم یه ساخت ساز داشته باشیم. بله. به من گفتن که بیام خدمتتون یک چند تا سوال ازتون بکنم. اسلام میکنم، بفرمایید. شما این ساختمان زیبا رو شراکتی ساختین؟ بله، اینجا زمین بایر بود، سپردیمش با آقای سهیل. بله. ایشون فرمودن برین یک سال دیگه بیان. یک سال بعد اومدیم این ساختمون رو تحویل گرفتیم. البته بگم فونداسیون عالی، مساله خوب. نمارم که ملازم میفرمه. ببخشید میونه حرفتون کارخونه قندشی کرد. شما قیافتون بر من خیلی آشناست. من یه جا در خدمتتون نبودم. شما کجا کار میکنی؟ من تو مالیاتم. تا حالا کار مالیاتی چیزی نداشتیم؟ خوشبختانه یا متاسفانه هنوز گذارم به داره مالیات نیفتاده. انشالله که بیافته. من میتونم یکی از این دستگاه یا دوتاشو میخوام نگاه کنم. نه متاسفانه، من باید برم بیرون. قربون شما برم، خیلی خوشحال شدم. خدا بابا این نمیبایست میرفت اونجا این فندرسکی ها میدید. بدبخت شدم من با این کار. اصلا تو چرا آدرس اونجا رو به هر کسی میدی؟ خسته نباشی. سلام سرکار. چطوری؟ خوبی؟ آقا ما باز غذا آوردیم. این رفیقت رفت آقا. کی؟ نیستش، بردنش از اینجا، خبر ندارم. ببین دهقان، حواست باشه، اگه کوچکترین شیطنتی بکنی پای خودت بیشتر از همه گیره. بلند شو، بلند شو برو خونت، پات هم از این ماجرا بکش کنار، وگرنه تمام اون زندگی که خودم واسه ساختم و یه جا به باد میدم. این یارو مرتیکه حبیبم تو فرستادی دم خونه فندرسکی، تو لوش دادی. باشو باشو گم شو. پرونده یادته؟ آره، این مرده، بعدش هم کارخونه‌اش اومده به اسم یکی دیگه کرده، الان مدتی هم از کارش گره خورده، عده‌ای دنبال کارشن. یعنی این طرف مرده؟ بله، خیالت راحت باشه. ببینم درست نگاه کنیم، قیافش یادته؟ فندرسکیه دیگه، خود فندرسکیه. مطمئنی؟ مطمئن. از خودشه؟ خودشه. بفهمت هی بابا. خیلی ممنون فخری خانم، مثل اینکه به این موقع مزاحمتون شد. نه خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. ببخشید با اجازتون. خواهش میکنم. بیاییم جون. خیلی ممنون، من نمیخورم. خودت بخور. این فندرسکی که من پروندهشو مطالعه کردم که توش نوشتم مرحوم شده، یکی زنده است که؟ کی؟ فندرسکی؟ ببین حبیب، همونطور که گفتی اون زنده است، تمام داراییش هم به نام یکی دیگه کرده. منم که بینیم این وسط هیچ کاره ایم، باور کن ما کارگراش بودیم. من تو اون کارخونه حسابدار بودم. باور کن این خونه و زندگی هم که داری ببینی همش قسطیه. اون از من میخواست حسابسازی بکنم، بعدم چندر قاز به هم میداد تا دهنمو ببنده. مهندس چیم؟ مدیر اجرایی کارخونهش بود. ببین آقای دهخان، تو عمدن منو فرستادی سراغ آقای فندرسکی؟ من فرستادمت بری ببینی چه خبره. بیا دوتایی پی این قضیه رو بگیریم.
باشه تو برو من هوا تو دارم. خیلی ممنون. پس من رفتم. خدافظ. خدافظ. فخر خانم خدافظ. تشریف میبریم؟ زب تشریف باشید. برم دیگه. آقا برات خدافظ. خوش آمد. سلامت. سلام برسونید. می‌خواستم یه قدمی با هم بزنیم. قدم بزنیم؟ باشه چش. کجا بابا؟ داره حرف میزنه با. ببین هی بابا. گوش کن ببین چی میگم. تو پاتو جایی گذاشتی که خیلی خطرناکه. صحبت 3-4 میلیارده. میلیارد؟ بله. واسه ما هم کاری نداره که به خاطر 3-4 میلیارد بخوایم یه قتل بکنیم. من که کاری نکردم. من الان خونه یکی از اقوامم بودم. رفته بودم عیادت مریض. من نمیدونم. خلاصه حواستو جمع کن. ما داریم ردتو میزنیم. اگه دست از با خطا کنی باباتو، بچه‌تو، دخترتو، همه رو واسط خلاص میکنی. نه. اول اونا، بعدم نوبت خودت میشه. از طرف من مطمئن و مطمئن باشید شما خطا کنید و مطمئن باشید من ذره خطا نمی کنم. قول به شما میدم. باری کرد بلش کن. خب چی شد؟ بعد جوری ترسیده بود حسابی جا زد این آدم؟ آره میگم نگران نباش ترسیده بود دیگه نمیتونه کاری بکنه. این یک مارمولکی که فقط خدا میشناستش. سوار شیم. بله بفرمایید. الو سلام علیکم. خسته نباشین. آقا ببخشید من یه چند تا سوال داشتم در مورد پروندم. نه 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 من می‌خواستم ببینم که پروندم اصلا در چه مرحله‌ایه. شماره پروندتون چنده؟ 1130 شماره جدیدشه. آقا پروندتون هیچ مشکلی نداره. رفته کمیسیون، رفته تعرض شده و معاف شده. آقا دست شما درد نکنه. خیلی لطف کردین. من کی میتونم بیام برگ معافیمو بگیرم؟ حالا یه مقدار کارهای خردوریزش مونده. شما 5 فروردین میتونین بیاین پروندهتون رو بگیرین. خیلی ممنون. آقا مرمت شما زیاد کردن. ببینید آقای مهندس، پرونده شما جای امضای من خالیه توش. خب اینجوری که من فهمیدم شما مثل من دارید پول از یکی دیگه میگیرید. این پول که مال شما نیست. اگه مال شما بود من چاکرتم هستم. من از زندون آورده بیرون. من مخلصتم هستم. من اون پولی که بخواستم از شما بگیرم بخواستم خرج زندگیم کنم. من دختری دم بخت دارم. تا اینجاشم تازه فهمیدم که شما خودتونم هیچ کاره اید. ببین حبیب آقا اون آدم از من سفتره. من اگه گفتم 25 تومن دارم از طرف خودم میگم. اون گفت تهی تهش 15 تومن. بریم خونش. بریم خونش. بله اون دفعه رفتم بلدم. بریم باهاش صحبت کنیم. جارو رو تو. خوبه؟ خیلی خوب. پس اگه میخوای خودشو ببینی جاش عوض کرده. باید با هم بریم. یعنی من یکی میفرستم که بیارت تو اونجا. باش. فقط اونجا اومدیم دیگه نهایتا زیادم بالا نگو دیگه چون آدم بدعنقیه بعدن دادش سر من میزنه دیگه. ته تهش با 30 تومن تو راضی شو. باشه حالا ببینیم چی میشه.
خیلی خوب، پس من یه ساعت دیگه تو خیابون یکی میفرستم دنبالت، همونجا سر قرار قبلیم. سوار شو. چش. الو مهندس، ما الان تو اون کوچه ای هستیم که شما گفتی، بلاک 11. جناب حبیب قربانی، خیلی خیلی خوش آمدی. من واقعا از زحمات بیدریق شما سپاسگزارم. این پرونده ما هست؟ بله خدمت شما. خواهش میکنم. ببخشین های باقا، ما خودمونم اینجا مهمانیم، نمیدونیم وسیله پذیرایی کجاست. خواهش میکنم، شما هم ببخشید از اینکه دست خالی خدمتتون رسیدم. خیلی با شرف. بله اونا رو برداریم بیاریم. بله چشم. یه مقدار وسیله گرفتم براتون، البته در مقابل زحمات شما بسیار ناقابله. امیدوارم که قبول بفرمایید. خواهش میکنم. این مال علی آقاست. توی هم؟ بله، علی آقا پسرتون. بله. این مال سارا خانومه. این هم مال فرهاده. و اما امرالله خان عزیز ما هستن. یک کلاشاپو بسیار مردونه برای امرالله خان، و این پیراهن بسیار شیک برای شما. نوروزت سن. دست شما در نکنه. خواهش میکنم. خواهش میکنم. یک مقدارم آجیل گرفتم و شیرینی، امیدوارم دارم قبول بفرمایید. بله متشکرم. فقط میمونه یک عیدی کوچولو که اونم عیدی خود شماست. بچه ها خیلی گشتن که کت شلوار اندازه شما پیدا کنن، متاسفانه بی نتیجه بود. من تصمیم گرفتم نقدینه پرداخت کنم. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خیلی خوشحال شد. ببخشید آقای فندرسکی. جانم؟ این چک مثل اینکه اشتباه شده. چک خود من نوشتم، اگه میشه اشتباه شده بشه. 30,000 تومنه. بله 30,000 تومنه. مگر عیدی بیشتر از این قیمت هست؟ بیدی 1,000 تومنه. میخوای نقدینه پرداخت کنم؟ نه خیر، آخه بحثمون خیلی بیشتر از اینا بود. ما بحثی راجع به عیدی نداشتیم. خود شما گفتین 30 تومن، اینم 30 تومنه دیگه. یعنی 30,000 تومن واسه عیدی کمه؟ مرد زایی، من 30,000 تومن عیدی به زنم نمیدم. شما خاطرتون خیلی عزیزه که آقای فندرس که همچین پولیو دارن تقدیم میکنن. نه خیر، ما بیشتر از اینا صحبت کردیم. آقا ایشونو برسونش. لازم نکرده، من خودم میرم. من باید از اول میدونستم که رو حرف شما نباید حساب کرد. برسونش آقا جون، برسونش. دنبالش برو.
کی آقا؟ آقا من این نمیخوام، برگردون به خودش. گفتم بذارن تو ماشین بره. نمیخوام دیگه، برگرد. پس لااقل تا اینجا اومدی این پیرنه رو برش دار. آقا من از شما هیچی نمیخوام، نه من نه شما. لااقل این پاکت رو که تو جیبشه بردار. کدوم پاکت؟ این پاکت. بیا بخونش کن. او چقدر؟ 35 تومن. 35 تومن؟ 35 میلیون تومن. اوها آقا ببخشید. چی عزیزم؟ نمکمه؟ نه عزیزمم، شما اضافه نوشتی؟ نه درست نوشتیم. چرا؟ شما اضافه نمیشید. قرارمون 30 تومن بوده، شما 35 تومن مرغوب فرمودید. بفرمایید. من آدم حروم خوری نیستم. نه نه این حرفو نزن. 35 تومن که نوشتیم ما بسیار بسیار راضی. جدی بفرمایید؟ بله. راضی هستی؟ بله. چرا ناراضی باشین؟ دست شو در نکنه. تازه بیشتر از اینها هم گیرت میاد. یک کاری دیگه دارم که بیشتر از اینها گیرت میاد. وا بله. 35 تومن پولی نیست. ایدو با این بگذرون، 50 هم ببر بانک، نقد نقد میشه. خیلی ممنون آقا. از قول من ایدو به خانواده تبریک بگو. چشم. شما از قول من به خانوادهتون تبریک بگو. الهی چشم. ایدو شما مبارک. ایدو شما مبارک مهندس. برو تو برم. بریم آقا. خدا من هم ایدو به تبریک بگم. شما که به خوش بگم. خدمت شما. دست شما درد نکنه. مرکز 22. به بچه ها بگیم بیان، ما تو موقعیت هستیم، طرف رو پیداش کردیم. دست درد نکنه، واقعا زحمت کشیدیم. خواهش میکنم.
های باقا کجا؟ سلام آقای فاضلی. سلام، کجا بری؟ راستش تو این یه ماه واقعا پدرم در اومده، خسته شدم، دنبال یه حموم عمومی میگردم. حموم عمومی؟ آره. حموم برای چی؟ برم زیر آب گرم، شاید این خستگی و کوفتگی از بدنم خارج شه. خیلی خوب، سوارشو میرسونمه. نه، دوست دارم پیاده برم، با عزتونه. هی باقا صبر کن، دست درد نکنه، خوب همکاری کردی. آره، خوب همکاری کردم. راستی، اون وامی هم که درخواست کرده بودی جور شده، چهارم پنجم بیای داره بگیرش. راست بگی؟ آره، در زن، وایسا یه دقیقه صبر کن. این چی آقای فاضلی؟ یه کادو تقدیم به شما. نه، من رشوه قبول نمی کنم. بابا رشوه چیه هی باقا؟ این یه کادوه، یه عیدیه از طرف من به تو و خانوادت، هیچ ربطی هم به اداره و کار و این حرفا نداره. همین. البته کار شما خیلی مهم بوده، باعث شرمندگی ما شده. در هر حال این تقدیم به شما به پاس خدمات صادقانتون به اداره. خواهش میکنم. خیلی ممنون، لطف کردید. خواهش میکنم، این حرفا رو دیگه بیخیال شو. دزم مراسم فردارم که میای ها. چه مراسمی؟ بابا دست زن بچه تو بگیر بیا اونجا، از این حال و هوا بیای بیرون. آقا مناسبت چیه؟ هیچی، برای سال نو یه موزیکیه و یه نمایش و همکارام دور هم دیگه هستیم. خیلی خب، اگه وقت کردم میام. نه دیگه، اگه وقت کردم نه، حتما بیا. چند نفر میتونم با خودم بیارم؟ هرچی دلت خواست. من میخوام 17-18 نفر با خودم بیارم، میتونم؟ باشه، اصلا بیا، همه این کارت دعوت ها مال تو، هر کی رو خواستی با خودت بیار. جدی؟ بله. راستی به صرف نهارم هست. خیلی ممنون، متشکرم. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. خدمتتون عرض کنم که ما امسال این مراسمو برای اولین بار برگزار کردیم و هدفمون این بود که با همکارامون بیشتر آشنا بشیم. ما تصمیم داریم هر سال یکی از کارمندها رو به عنوان کارمند نمونه انتخاب کنیم. میخوایم امروز در مورد یکی از کارمندای شریفمون صحبت بکنیم که با همه پیشنهادهایی که بهش شد و با همه مشکلاتی که داشت، راه راست رو در پیش گرفت و از موقعیت شغلیش سوء استفاده نکرد تا مشکلات زندگیشو برطرف کنه. آقای حبیب الله قربانی. بله. با ایشون هستی؟ بله، آقای قربانی. فکر نمی کنید اشتباهی گرفتی؟ اشتباه چیه؟ تو قربانی دیگه. بچکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکاران عزیز و خانواده های محترمشون و افتخار دارم که در خدمت عزیزی هستم که با جان و دل برای این اداره کار کرده. ایشون با قبول پیشنهاد رشوه که جزی از نقشه ما و دوستانمون در نیروی انتظامی بود، برای بدام انداختن یکی از فراری های مالیاتی کمک بزرگی به ما کردند. میخواستم در این قسمت از بزرگواری دعوت بکنم جایزه هی باقا رو بده که این مرد رو در دامن خودش بزرگ کرده. خواهش میکنم به افتخارشون. آقا جون تو اینجا چی کار میکنی؟ چه ایمدی آقا جون؟ نه تو. Thank you.